بعد اینا اومدن الان ماسمالش کنن چیکار کنن؟ ببین که آقا اهل بیت هم بودن تو فتوحات. امام حسن امام حسین تو همون جنگی که اول 200,000 دینار گرفتن گرگان بیخیال شدن بعد رفتن سمت بهشهر، یه تو این جنگ بودن. اینو کی نقل میکنه؟ آیه طبری. بسم الله، ما که باکی نداریم، بررسیش میکنه. میگه جرجان و طبرستان و نواحی ها و نواحی اون قالو، میگه اینجوری گفتن که اینجا تو من فارسیش براتون میخونم. عثمان بن عفان سعید بن عاص بن امیه را در سال 29 هجری والی کوفه قرار داد، پس مرزبان طوس به دو و عبدالله بن عامر بن کریز بن ربیعه والی بصره نامه نگاش و آنها را به سوی خراسان دعوت نمود. پس سعید و عامر هر دو آهنگ خراسان بودند، اما عامر بر او پیشی گرفت. فغزا یعنی به غزا رفت، یعنی به جنگ رفت. خب سعید طبرستان، میگه سعید بسم طبرستان و معه فی غزات فی ما یقال الحسن و الحسین ابنا علی ابن ابی طالب علیهم السلام والله اعلم. این عبارتش. پس سعید آهنگ طبرستان و در حالی که گفته می شود حسن و حسین فرزندان علی ابن ابی طالب در شما را همراهان وی بودند و خدا بهتر می داند. فوتول بلدان بلازری جلد 2 صفحه 411 ترجمهش 468 میشه. اول میگه قالو، اول یعنی گفتن، بعد به امام حسن و حسین میرسه میگه چی؟ یقال یعنی چی؟ گفته میشه. خب همون اول که میگه گفتن، این یعنی سلسله سند نداره. کیا گفتن؟ آ گفتن خانوما موقع بیرون رفتن یه دونه اینجا نمایشگاه بوده قبلا یه مانتو بردارن آقایون هم یه کچلوار. ایول، اما کی گفته؟ رئیس اینجا گفته، مسئول نمایشگاه گفتن دیگه، اینا گفتن. میریم براشون سند میاریم از سعید بخاری میزنن زیرش، بعد میگن گفتن تو قبول کن. بعد گفتنه خوشگلتر، میگنه. اول قالو، حالا میگه یقال، میگن. یعنی کی میگن؟ فعل مضارع. یعنی چی؟ حتی تو اون گفتنا نبوده، زمان این بابا داشتن میگفتن، تازه این اضافه شده. این یعنی اگر شما ذره علم رجال بدونه، طرف درایه بدونه، کاملا میفهمه. دلیلش هم درایش هم بخوای بدونه، درایت الحدیثش چیه؟ اینه که طبرستان شده مأمن فرزندان اهل بیت، میرفتن مازندران. اینا میخواستن یه کاری کنن، مردم مازندران چیکار کنن؟ کینه پیدا کنن. بعد آخرش که دیگه جالبه، والله اعلم، خودش هم اونجا گفته توی چاپای اخیر والله اعلم رو برمیدارن. اینش جالبه، خدا باز بهتر میدونه اینا، عذاب وجدان داشته اینا. حالا همینایی که چهار نفر اسم بردی تو سلسله جنش، چهار نفر رو گفتی، اینا کیان؟ یکیشون علی ابن مجاهده. ما بریم ببین خود علمای اهل سنت در مورد این آدم چی میگن. کوتاه دقت کنید، اولی علی ابن مجاهد تقریب و تهذیب جلد 1 صفحه 405 متروک، میگه این اصلا ترک شده است در حدیث. من تاسمی از سلسله طبقه نهمه نقل حدیثه راویانه. یکی دیگه شون باز میگه جلد 7 صفحه 330 میگه یزع الحدیث، میگه حدیث میساخت. علی ابن مجاهد کذاب، خالی بند بود، کذاب، دروغگو. از ضعفا و المتروکین، ضعفا و ترک شده، جلد 2 صفحه 198 قال یحیی ابن ذریس هو کذاب. ضعفاء الکبیر جلد 3 صفحه 252 میگه که از این روایتی وجود نداشت، این حدیث جعل میکرد. ابن حجر عالم بزرگ رجال اهل سنت هم در جنبندی نمیگه، میگه علی ابن مجاهد ابن مسلم قاضی کابلی متروک و از طبقه نهم روات است، در شیوخ احمد حنبل فردی ضعیفتر از اون نیست، بعد از سال 180 وفات یافته و ترمذی از او حدیث نقل کرده است. تقریب و تهذیب ابن حجر عسقلانی صفحه 405 رقم 4790. یکی دیگه شون حنش ابن مالکه، اون کلا نمیدونن که مجهوله. یعنی یه روایتی که یک تیکش قالو، یه تیکه دیگه شون پدر سوخته علی ابن مجاهد، یکی هم که اصلا نمیدونیم کیه، فاتح تموم شد. جالب همین طبری تو صفحه 269 اینو میگه، 270 دوباره اسم کسی که تو جنگ همراه سعید ابن عاص بودن رو اسم میبره، اونجا امام حسن حسین نمیاره. حالا این آقای سعید ابن عاص کیه که امیرالمومنین امام حسن امام حسین رو فرستاد باش؟ از عمال عثمان، دشمنان امیرالمومنین. چجوری اینو بچه‌ها با اینا به این فرستاد؟ با یکی، با سلمان میفرستاد، با یکی دیگه میفرستاد، با نعمان میفرستاد، با حذیفه، با یکی کسی که درست حسابی باشه. اما بررسی عقلی، عقل و شعور که داریم که، امیرالمومنینی که دیگه اسدالله الغالب بودن شکه، که میگفتن اگه شمشیر علی نمی بود لما قام عبود الاسلام، عمود اسلام برپا نمیشد، چی میشه یه شمشیرشو غلاف میکنه؟ یک مرتبه میگن در طول این 25 سال حضرت علی دست به شمشیر برده. میگن که سپاه اسلام همینا بلند شدن مدینه رو ترک کردن رفتن، هیچ کی تو مدینه نیست. منافقا اون شب میخواستن بریزن تو زار زندگی مردم رو دل دزدی کنن. حضرت
شمشیرشو بست تو کوچه ها چرخید، به یارانش گفت به مردم بگید علی امشب شمشیر به دست تو کوچه ها داره میره. هیچکی جرئت نکرد. ابن ابی الحدید در شعر نظر بلاغه میگه که امیرالمومنین در عصر خلافت خودشان و در جنگ صفین به حسن اجازه ادامه جنگ نمیداد. و شما هم نداری بجنگید. برای چی؟ و شما فرزندان فاطمه اید، نسلش پیامبر از طریق شما باید بمونه، کشته میشید. شرط عقل تو جلوی شمشیر نباید بری. محمد حنفی صداش در میاد توی که جنگو میگه منم پسرتم، اینا پسرتم، چطور منو میفرستی جلو؟ حضرت میفرما تو مثل دستام، اون مثل چشامن، دست از چشم محافظت میکنه. فراموش نکن اونا فرزند فاطمه. تو جنگای خودش استفاده نمیکرد امیرم، بعد فرستادش گرگان. میگن دیگه حالا بنابر نقل ابن اسیر، ابن خلدون، سید هاشم معروف الحسنی، همچنین باقر شریف قرشی، امام حسن و حسین بعد از پیامبر در هیچ فتحی شرکت نداشتند. منهاج البراءة جلد 17 صفحه 183.